سال بعد از بازی‌های مقدماتی جام جهانی فوتبال که در ملبورن من رفته بودم و اونجا گزارش کردم، قرار شد به سیدنی بریم، به بازی‌های المپیک. یادم وقتی که وارد شهر سیدنی شدیم و به قول معروف از گیت فرودگاه می‌خواستیم رد بشیم، به شوخی همکاران من میگفتن که جواد الان بازداشتت میکنن چون تو ملبورن خیلی از استرالیایی ها بد گفتی، چون بعدن استرالیایی ها هم آمدن در تهران و یه گزارشی هم از من گرفتن که چرا اون حرفا رو راجع به ما در اون گزارش گفتی. به همین خاطر همه فکر میکردن که دیگه الان اونجا مثلا توی شهر سیدنی پلیس استرالیا منتظره که دستبند بزنه و جواد خیابانی رو بازداشتش کنن. خب این اتفاق نیفتاد، ما وارد شهرم شدیم و بلافاصله اولین جایی که رفتیم اتفاقا سالن کشتی بود، چون مسابقات کشتی خیلی برای ایران تو اون بازی‌ها اهمیت داشت. شاید کمتر کسی فکر می‌کرد که در بازی‌های سیدنی ایران بتونه دو مدال طلا در وزنه‌برداری بگیره. همه تصورمون این بود که در کشتی ایران وضعیت خوبی خواهد داشت. محمد طلایی، علیرضا حیدری، مجید خدایی، قهرمان‌های خوبی در تیم کشتی حضور داشتند در بازی‌های المپیک سیدنی و علیرضا دبیر که واقعا در سیدنی شاهکار کرد. تو مسابقه اولش اون کشتی‌گیر گینه‌ای رو تو یه دقیقه و نیم ضربه کرد، بعد قهرمان المپیک آتلانتا رو برد، رسید به سرگروهی خودش، بعد تو مسابقات مرحله حذفی آمریکایی‌ها رو برد. آمریکایی‌ها با چنگ و دندون حمله می‌کرد، واقعا حمله می‌کرد. اصلا صورت دبیر رو شما نگاه بکنید، صورت علیرضا رو که نگاه بکنید توی سکوی قهرمانی که ایستاده، صورتش اصلا زخمه. چرا؟ چون چنگ و دندون آمریکایی بود که رو صورت علیرضا افتاد. و در فینال هم که در مقابل اوکراین قهرمان شد و برد و مدال طلا رو گرفت. پوشش تلویزیون ایران از بازی‌های المپیک سیدنی، واقعا می‌تونم بگم که اون اتفاقی که افتاد با تدبیر مدیر وقت شبکه 3 بود که رخ داد. راجبش صحبت خواهم کرد که چه اتفاقی. تصاویر کشتی دیگه فول پخش شد. قبلاً یه گوشه ای از تصویر کامل کشتی بود. از المپیک سیدنی یه مقدار شرایط بهتر شد و دیگه تصاویر کشتی کامل پخش شد. و این واقعاً میتونم بگم که شاید به خاطر درخشش علیرضا دبیر بود. چون واقعا کشتی ها رو خوب میگرفت، خوب مبارزه میکرد، جانانه مبارزه میکرد و به مدال طلا هم که رسید. اینکه علیرضا دبیر چجوری رسید به اینجایی که در سیدنی مدال طلا گرفت، خودش یک داستان طولانی و مفصلی داره. حتما همه میدونید که شاید بعضی هم ندونید دیگه، من برای اطلاع اونها میگم این مردم رو و این حرف رو، که علیرضا دبیر اصلا خودش هم فوتبال رو هم دوست داشت. پدرش هم که آقای رکن‌الدین دبیر مربی فوتبال بود و او خیلی دوست داشت که دبیر اصلا فوتبالیست بشه. یه اتفاقاتی افتاد، علیرضا دبیر پسر رکن‌الدین دبیر به کشتی آمد از المپیک 1988 سئول. وقتی که کشتی اکبر فعلا با عارفش رو نگاه میکنه، علاقه من میشه که میخوام کشتی بگیرم. پدر مخالفت میکنه، نه مخالفتی که زور بگه به بچهش، نه، اگه زور میگفت که الان دبیر فوتبالیست بود. بعدن هم دیگه راهنماییش میکنه، پدر مربی ورزشکارش و او باعث میشه که علیرضا دبیر رشد بکنه. علیرضا میاد در مسابقات شرکت میکنه و این داستان ها رو، چون خیلی طولانی میشه اگه بخوام اینجا بگم و حوصله شما رو سر میبره اگه بخوام همه رو اینجا بگم، بذارید بقیه داستان رو تو قسمت بعدی بگم. داستان چی شد؟ داستان شد چگونه کشتی‌گیر شدن علیرضا دبیر. داستان چی شد؟ داستان شد چگونه قهرمان شدن علیرضا دبیر در المپیک سیدنی. داستان چی شد؟ داستان این شد که همین علیرضا دبیری که در المپیک سیدنی مدال طلا گرفت، چرا در المپیک آتن دیگه مدال طلا که نگرفت هیچ، حتی روی سکو هم نرفت و با کتف بانداج شده و آسیب دیده و زخمی مسابقات رو به پایان رسوند. پس این برنامه راجع به علیرضا دبیر در دو دوره المپیکه، المپیک سیدنی و المپیک آتن در سالهای 2000 و 2004 که در طی برنامه راجبش بیشتر صحبت میکنیم. علیرضا دبیر قهرمان المپیک سیدنی. ما الان کاری واقعا به اینکه رئیس فدراسیون کشتیه نداریم،
ما داریم خاطره بازی میکنیم با آنچه که علیرضا دبیر در سمت قهرمان تیم ایران در بازی های المپیک سیدنی تونسته تک مدال کشتی ایران رو بگیره. خب در بازی های المپیک سیدنی ایران قهرمان های بنامی داره، بهنام طیبی در 54 کیلو، علیرضا دبیر در 58 کیلو، محمد طلایی در 63 کیلو، امیر توکلیان در 69 کیلو، پژمان درستکار دوست خود علیرضا که وقتی رئیس فدراسیون شد او رو به عنوان مربی تیم ملی گذاشت، پژمان در 76 کیلو، امیررضا خادم در 85 کیلو، علیرضا حیدری در 97 کیلو. رقابتش جذاب در بازی‌های سیدنی با کورتانیتزه و در نهایت در فوق سنگین هم عباس جدیدی که 4 سال قبل تو المپیک آتلانتا تونسته بود مدال نقره بگیره. هیچ کدوم اینها در کشتی، نه اینها در کشتی آزاد، کشتی فرنگی هم هرچند تعدادشون کمتر و اونها هم هیچ نه مدالی نه مقامی هیچی. یعنی کشتی ایران دست خالی داشت از سیدنی به تهران برمیگشت. اما بچه 13 آبانی، بچه محله 13 آبان، نازی آباد سابق، علیرضا دبیر در سالن مسابقات کشتی قوقایی به پا کرد. من یادم موقعی که بازی های کشتی در دو قسمت قبلی اشاره کوتاهی کردم، بذار اینجا ذره کامل‌ترش رو بگم. تا اون موقع مسابقات کشتی فقط با دوربین هایی که خودمون ضبط می‌کردیم قابل پخش بود. یعنی تصاویر کشتی پخش شده از طرف دوربین های کشور میزبان قابلیت پخش نداشت. ما توی المپیک سیدنی منتظر میموندیم، تصویربرداران ما یکیشون آقای یوسف دانش‌صدیق بود، محمود نصرم بود، یکی دیگه یادم نمیاد. یوسف رو دقیقا یادم دیگه، آقای یوسف یکی از پیشکسوتان تصویربرداری سازمان صدا و سیما. اینو میرفتن تو سالن، کشتی ها رو ضبط میکردن، نوار سالن با دهکده با اونجایی که دفتر ما بود 45 کیلومتر 50 کیلومتر فاصله داشت، نوار رو میآوردن. نوار هم دوربین های بزرگ 20 کیلویی، حالا 20 کیلو زیاده، 17 کیلو 18 کیلویی بود، نوارهای بتاکم کوچولو بهش میخورد، نوار رو میآوردن، ما بدون تعدیل میذاشتیم روی ریل و پخشش میکردیم، دستگاه رو تیپ و پخشش میکردیم. چون به ها میدونستیم تصویربردار خودمون استاد یوسف دانش‌صدیق گرفته دیگه، نیازی هم به بازبینی نداشت دیگه، پخشش میکردیم. اما توی فکر میکنم تو همین فینال، نه تو بازی نیمه نهاییش بود با برانز، با آمریکاییه بود که مدیر وقت تصمیم گرفت گفت اصلا ولش کنید، نمیخواد دیگه برید ضبط کنید، ضبط بکنید ولی دیگه نمیخواد ضبط، چون نمیتونستیم وقت پخش زندهش کنیم که پخش زنده نمیشد، نوار اونجا ضبط میشد، 50 کیلومتر طی میشد، میومد تو ترافیک سیدنی، میرسید به اون دفتری که ما داشتیم، نوار رو میذاشتیم توی تیپ پلی میکردیم، نوار رو میذاشتیم توی دستگاه مثلا روشنش میکردیم، بعد پخش میشد از طریق ماهواره میومد و شما در منازل خودتون میدیدید. خب مسابقه برگزار شده، یک ساعت طول میکشید، دو ساعت طول میکشید با تاخیر ضبط بشه و بیاد اینها. یه تصمیم خیلی خوبی مدیر مخ در سیدنی گفت همه تصاویر رو مستقیم با مسئولیت من برید. رفتیم و واقعا هم شاهکاری شد دیگه، دستشون هم درد نکنه. راجع به آقای صافی دارم صحبت میکنم، مدیر وقت شبکه 3 سیما. و مسابقات کشتی دیگه از اومد مستقیم با همون تصاویر کشور برگزار کننده پخش شد. این مسابقه ای که راجع به صحبت کردم، کشتی علیرضا دبیر در مقابل اون کشتیگیر آمریکایی، بازم اینجا کامل ترشو بگم چون تو قسمت قبلی اشاره کردم که چنگ و دندون میکشید اینه، نه اینه هیچی ولش کن، فقط چنگ و دندون میکشید، چنگ و دندون میکشید که صورت علیرضا رو خدشه‌دار بکنه. اینجا رو نگاه میکردم یه متنی هست، بذار این متن رو عیناً بخونم، این جذابترش میکنه داستان رو. میگه وقتی که گاهی با مشتنی آشکار و بدون پرده پوشی برانز شکل بوکس به خود میگرفت این مسابقه، دبیر تحت تاثیر مسابقه قرار نگرفت، تحت تاثیر رفتار کشتیگیر آمریکایی قرار نگرفت. دبیر بعد از کشتی گفت، راست میگه ما فقط میدیدیم، دبیر گفت چی گفت؟
شما فقط مشتهایش را می دیدید و من که روی تشک بودم باید فحشهایش را هم تحمل می کردم. تا سرشاخ می شدیم توی گوشم زمزمه می کرد. زمزمه عاشقانه نیست، تا فحش داره می ده. بعد دبیره داره می گه کشتیگیر آمریکایی. چنگ می زنه. می خواد یه کاری کنه که دبیر نبره کشتیگیر دیگه. نره فینال. اما تمرکزم را از دست ندادم. اگر واکنش مشابهی نشان می دادم، بدون تردید او به خواستش می رسید. می دونید این تمرکزه توی مسابقات ورزشی خیلی مهمه. ما همیشه می گیم دیگه ورزشکار نباید اسیر جو اون مسابقه بشه. علیرضا اسیر جو ایجاد شده توسط این قهرمان آمریکایی نشد. اصلا فریب او رو نخورد. مغلوب او نشد. نه در میدان مبارزه، نه در حس و روحیه. او رو بردش، رفت رسید به فینال و در فینال هم که اون قهرمان اوکراینی رو شکست داد دیگه. قهرمان اوکراینی هم به نام یفگنی بوسلویچ بردش، علیرضا او رو هم بردش قهرمان اوکراینی رو و تونست که او رو با قاطعیت شکست بده و مدال طلای یعنی داره پایین تر. این مدال اکثر تا اینجا بود، این مدال طلا اینجا دیده میشد. اکثری دبیر با مدال طلای بازی های المپیک سیدنی. میریم همه این کشتی ها رو حالا با هم نگاه میکنیم. الان دارید کشتی فینال علیرضا دبیر رو در المپیک سیدنی نگاه میکنید. من سکوت کنم نگاه کنیم ببینید که دبیر چجوری تو المپیک سیدنی تونست مدال طلای این بازی ها رو از آن خودش بکنه. کنار تشک هم منصور برزگر رو میبینید اینجا. منصور برزگر هم هست، داره کوچ میکنه در واقع علیرضا دبیر رو اینجا بعد از اون کشتیش با برنز آمریکایی اون المپیک مونترال بوده. تو مربی با تجربه. نه، میخواستم یه جمله بگم ولش کن. دبیر میگن. اون قهرمان بعد کشتی آمریکا که چجوری علیرضا دبیر رو اینجا کتک زد و چجوری منصور برزگر که با چنگ رو صورت علیرضا دبیر خط و خشم بوده. دیگه پایان برنامه بازی های المپیک سیدنی که خیلی هم جذاب بود و امیدوارم که این برنامه رو هم دیده و پسندیده باشید. درباره المپیک ها بازم خواهیم گفت. المپیک آتن، المپیک پکن، المپیک لندن، المپیک ریو دو ژانیرو، المپیک توکیو قبل از سیدنی، المپیک آتلانتا که حتما برنامه هاشو دیدید، المپیک بارسلون، المپیک سئول قبل از انقلاب، مونرال، مونیخ، مکسیکو، توکیو، به ترتیب دارم به عقب برمیگردم، روم، ملبورن، هلسینکی و 1948 لندن که به ترتیب از آخر شروع کردم به اول رفتم و نهایتاً افتخاری که ورزشکاران ایرانی در این بازی ها به نام ایران و پرچم ایران خلق کردند و مدال ها رو هم کسب کردند. امیدوارم که از تماشای برنامه لذت برده باشید. خدا نگهدار.